درود به شما و پس از خبر خوش آمدید. مشاور شورای امنیت ملی میگه که مرحله های باقی مانده مذاکرات میان جمهوری اسلامی افغانستان و طرف طالبان باید در داخل افغانستان دنبال شود. حمدالله محب میگه که دولت روی مکان مذاکرات در افغانستان ملاحظه ندارد و آماده است با ایجاد ساحه ویژه امنیتی در هر مکانی که طالبان پیشنهاد کنند مذاکرات را به پیش ببرد. اما این خواست مشاور شورای امنیت ملی افغانستان که نمایندگی از کشور میکند چقدر مورد قبول طرف طالبان واقع خواهد شد؟ واقعا اینچون این مورد اتفاقات افتاد؟ آنچرا که سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان هم گفته که با صورت گرفتن این مذاکرات در داخل افغانستان مالکیت و نظارت هم نصیب شهروندان کشور خواهد بود و خواهد شد. چه پیام را میخواین برسانن؟ بیشتر صحبت خواهیم کرد تا دقایق دیگر پس از گزارش. در دوحه هیئت های مذاکره کننده صلح سرگرم رایزنی روی تعیین آجندای مذاکراتند. اما در کابل معاون دوم رئیس جمهور میگوید در سه ماه گذشته خشونت ها افزایش یافتند و تا زمانی که آتش بس نشود گفتگوهای دوحه پیشرفت نخواهد داشت. به گفته سربردانش نظام اماراتی منجر به صلح نه بل به توسعه جنگ خواهد انجامید. تا زمانی که یک آتش بس برقرار نشده نه مردم افغانستان باور به صلح پیدا میکنند و نه مذاکراتی که فعلا جریان داره پیشرفت خواهد شد. همزمان با این مشاور شورای امنیت ملی از مخالفت دولت افغانستان با ادامه گفتگوهای صلح با طالبان در دوحه خبر میدهد. حمدالله محب در رشته تویت های گفته که مرحله های باقی مانده مذاکرات باید در داخل افغانستان دنبال شوند. به گفته او دولت روی مکان مذاکرات ملاحظه ندارد و هر جایی را که طالبان پیشنهاد دهند دولت حاضر است که در کنار ساخت تأسیسات و ایجاد ساحه ویژه امن آمادگی کامل بگیرد و مذاکرات را به پیش ببرد. که د سولې د خبرو پاتې پړاوونه په افغانستان کې پر مخ ولاړ سي مالکیت او نظارت به یې د افغانانو وي. در میان به دلایل مختلف وقفه های کوتاه وجود خواهد داشت، اما تا جایی که من احساس می کنم اراده بین المللی و منطقوی به این تعلق گرفته که پروسی صلح به جایی باید رسانده شود. اما آیا طالبان گفتگوها در داخل افغانستان را خواهند پذیرفت؟ در بیان با وجود که فکر نکنم چه طالبان رو دیدی پر یه توافق سرور سیری چه دلتلی مذاکرات شروع شد. سخنان مشاور امنیت ملی میتونه به حیث یک سنگاندازی در مقابل مذاکرات دوحه دیده شود. دولت افغانستان باور دارد که مذاکرات در خارج از کشور از شرایط خارجی متاثر می‌گردد و این گونه سال منافع افغانستان را تامین کردن نمی‌تواند. آقای رحمت الله اندر سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان روی خط تصویر از کابل هستند. درود بر شما، ممنون از حضورتان جناب اندر. اگر بحث را از اینجا آغاز کنیم که دلیل توقف گفتگوها چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته او د ارینا نیوز ټولو درنو اورېدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. سوال مې پر وانخیستل، البته یوازې دومره مې واورېدل شو چې د خبرو د توقف دلیل څه دی. اصلا دواړه ټیمونو مذاکراتي ټیمونو رخصت اخیستی دی او دواړه مذاکراتي ټیمونه په خپله خوښه باندې رخصت شوي دي. د یو څه وخت لپاره یې خبرې د یوازې د رخصت په خاطر باندې توقف کړي دي. نو د همدغه په همدې بنیاد باندې د امنیت شورا سلاکار وړاندیز وکړ چې که دوهم ځل خبرې پیل کوو نو دا خبرې باید په افغانستان کې پیل کړو. هغه دلایل چې ویلي وو د هغو دلایلو له مخې لکه په افغانستان کې به په سوله باندې به باور اضافه شي، د سولې د افغانانو د ولس د خلکو باورونه به په سوله باندې زیات شي، همدارنګه اقتصادي به وي او په خپل کور کې به وي ځکه جګړه دلته دی، نو سوله به هم همدلته وي. له بهرنیو شرایط به خلاصه وي، د بهرنیان به بیا بهرني هیوادونه به له هغو شرایطو به خلاصه وي او اغیزه به پرې باندې نه وي. اما این مورد را اگر اندکی واضح تر داشته باشیم، در خیلی از موارد اطلاعات پوت شده از من و از مردم یا پنهانکاری صورت گرفته. واقعا دلیل امی هست که رخصت گرفتن
هیئت یا در پشت صحنه چیز دیگری خواد بود که تا چند روز دیگر بیرون خواد شد. برخی زمزمه های کریسمس و سایر موارد را دارن، چه موارد دیگر میتونه به دنبال این باشه؟ سوال یا پختره می یوازې دومره واوري دا چې دا تر اوسه پورې واقعیتونه مبهم دي، خو دا د رخصتی و دا رخصتی و د دواړو ټیمونو ترمنځ دا وخت رخصت شوی و، ځکه چې دواړو زموږ ټیم هلته اوسېدو، هغوی هلته کورنۍ نه لري او ډېر وخت هلته اوسېدو، تقریبا 15 ورځې دي، نو هغوی تمه یې رخصتي ته ضرورت درلودل. نو دغه رخصت شوی دی د دواړو مذاکراتي ټیمونو ترمنځ یو محدود وقت رخصت شوی دی. این گونه مطرح کردم، گفتم مطمئن هستین که همین دلیل باعث شده یا در پشت صحنه چیز دیگری حالا بیرون نشه؟ به خاطر اینکه در خیلی از موارد مردم بی اعتماد هستن، چون ظاهر قضیه یک چیز نشان داده شده، در باطن چند روز بعد چیز دیگه بیرون شده از او. نه تر اوسه پورې څه داسې خبرې نشته، تر اوسه پورې بل کوم دلیل، بل کوم باعث دی او بل کوم لامل دی، خبرې نشته چې مذاکرات درېدل دي یوازې له رخصتي نه، ځکه بل هیڅ دلیل نشته دی او نه کوم نور داسې پټ لاملونه دي، یوازې همداسې د رخصتي لپاره، د یو څه مودې رخصت لپاره